آخه چی بهتر از یه بامیه خوشمزه اونم به روش قنادی سفت تا سرش رو من براتون توضیح دادم با من هم رو باشید من با این ترفند هم بامیه هم رو پختم کارگاهیه میتونن این کار انجام بدن و خونگی هم خیلی راحت میتونن رو اجاق گاز خمیرشون رو بپزن آب که جوشید آرد رو بهش اضافه میکنیم نکته خیلی مهم اصلا عجله نکنید بذارید آب قشنگ بجوشه و بعدش آرد رو بهش اضافه کنید بعد اینکه یکم خودش رو جمع کرد روغن پنجاه صاف رو بهش اضافه میکنیم و تایم میگیریم اجازه میدیم خمیرمون 20 دقیقه بپزه زیر اجاق گاز هم حتما کم کم کنید به همین صورت خمیر که کاملا پخته شد تیکه تیکش میکنیم و میذاریم سرد سرد بشه تو این فاصله تخم مرغ بامیه رو میشکنیم و آمادش میکنیم بعدش خمیر رو میریزیم داخل پاتیل یک کم شربت بار بهش اضافه میکنیم اندازش رو براتون تو کفشه نوشتم و بعدش دستگاه رو روشن میکنیم با دور کن یک کم که خودش رو جمع کرد آروم آروم بهش تخم مرغ اضافه میکنیم ببینید درست کردن بامیه مثل درست کردن نون ایه خب فقط یه نکاتی داره اونو رو رعایت کنید بهترین بامیه رو میتونید درست کنید و تو این فاصله ای که تخم مرغ رو دارین اضافه میکنید حتما حتما دورگیری کنید که قشنگ قشنگ تخم مجاز بشه خمیرمون باید شلو سفتیش به این حالت باشه ببینید الان کاملا آماده است من از دستگاه استفاده کردم و اندازه هم دلخواه به هر ای که دوست داشتید میتونید بامیه درست کنید البته این بامیه خوش که دارم قیف میزنم به زودی تازه تهیهش رو براتون میذارم بعدش بامیه رو میریزیم داخل روغن همینجوری که سرخ شد زیر اجاق گاز زیاد میکنیم البته اینو من تو اسلاید بعدی کامل براتون توضیح میدم که چجوری بامیهتون رو سرخ کنید و میریزیم داخل شربت بار نکته شربت بار اصلا نباید داغ باشه در حد ولرم بودن زیاد داغ باشه هسته میندازه این هم از آموزش شیرینی بامیه حمایت یادتون نره <تصحنت> یه نکته در مورد بامیه میگم بهتون خودش ده تومن قیمتشه اونم اینه که وقتی بامیه رو میریزین تو روغن روغنتون اصلا نباید داغ باشه یا زیر اجاقتون زیاد باشه اگه زیاد باشه یو میگیره میاد بالا و ترک میخوره باید زیرش کم باشه و آروم آروم سرخش کنید بعد اینکه یک هم رنگ گرفت حالا هر زیر گاز زیاد کنید مشکلی نداره بفرستیم برای دوستانتون